نظر شما در مورد موفقیت، معنویت و فروش چیه؟ به نام خدا. سلام، علی صادقی هستم از پادکست سلفی کست. در یک قسمت دیگه از نقد سلیقه در خدمت شما هستم. در این برنامه هم مثل قسمت‌های قبلی تعدادی ویدیو انتخاب کردم که با هم دیگه بررسیشون می‌کنیم. بدون معطلی بریم سراغ ویدیوها. یه میلیارد تو یک ماه برای من دانش پذیرام یه چیز بچه بازیه، فانه، سرگرمیه. من کاسه داختر از آش برای شماها دیگه نمیشم. من نمیتونم بیشتر از تو برای تو دلسوزی کنم عزیزم. خواستی این زیر بزن کمک؟ برو تو لینک بیو، پرسشنامه رو پر کن، تایید شدی، مربیام زنگ میزنن بهت کمکت میکنن، دستتو میارن اینوری. اگرم که نمیخوای، من کاسه داختر از آش برای تو نمیشم. بشین اشغال ما رو تو عید که داریم عددهای بالا میذاریم و تو سفریم تماشا کن، گله و شکایتم نکن. این زیر بزن کمک. خواستی بلند شو این عدده رو تاچ کن خودت، یا بشین تماشا کن. این زیر بزن کمک، برو تو لینک بیو. آخرین پیام من به شماها بود، آخرین پیام امسال بود، تمام. من یه سوال دارم، شما باور میکنید این حرفا رو؟ شما شغلی رو سراغ دارین که در ایام عید بتونید عددهای بالای 1 میلیارد رو تاچ کنید؟ من که واقعا دلم میخواست اینجوری باشه. چند کیلویی شما؟ 120. یه لحظه میایی روی سه؟ کدوم دستت قوی تره؟ من میخوام فشار بیارم به دست شما، میخوام میزان قدرتتون رو ببینم. آماده؟ تستش کن. خب نه، زورشون زیاده. با صدایی بلند 10 بار بگو من ضعیفم. قشنگ اینو حسش کن و بگو من ضعیفم. حسش کن. حالا 10 بار بگو من قویم. من قویم. کلام تأثیر کلام جادو میکنه، قدرت میده. مراقب باشی چی میگید، مراقب باشی با چه قدرتی سر و کار داریم. فکر نکنی یه چیز علکیه، حرفه، قدرت. بله کلام خیلی مهمه، اما نه اونجوری که این دوستمون براش آزمایش گذاشت و تاییدش کرد و گفتش که کلام خیلی قویه. اینکه کلام تأثیر داره حرفی درش نیست، اما این آزمایشی که ایشون انجام دادن و بعد میخوان به چه نتیجه‌ای برسن خدا میدونه. پیشنهاد میکنم خودتون این آزمایش رو انجام بدین تا متوجه بشین که این عزیزان و این گروه اساتید برای کسب درآمد از چه راههایی وارد میشن. و چیزی که برای من عجیبه اینه که این مخاطب چه مخاطبیه که باور میکنه. بنده حرفهایی راجع به نجوم دارم، حالا بعضی که نزدیک تر بودن از بنده شنیدن، جامعه تحمل شنیدنش رو نداره. فکر کنید چی شد سپاه کف یه شب اضافه به امام حسین وقت داد؟ 30,000 نفر آدم رو یه آب معدنی بخواید دستشون بدیم این چقدر هزینه شه؟ اومده بودن کاری یه سره کنن برگردن. اون جماعت هاره کفتار صفت، امام حسین یه روز اضافه وقت خواست باشه موافقت کرد. برای چی فکر کردی؟ اینا اون بخشا که اصلا راجع به این چیزا حرف زدنش تو کسی سر در نمیاد، چون اصلا نمیدونن راجع به این چیزا. برای اینکه یه اتفاق باید تو کواکب تو آسمان میافتاد، یک 3 روزی باید کامل میشد. چرا اون آبو میبندن؟ برای اینکه ماه در صورت فلکی آبریز طلوع میکرد شبها، عیوق در تارک آسمان قرار گرفته بود و نماد آتش بود. برادر عزیزمون داره از چیزی صحبت میکنه که نه علمیه نه به لحاظ دینی روایت معتبریه. دوستان لطفاً هم علمیشو بررسی بکنید، هم یه تحقیق دینی داشته باشید تا متوجه بشین که این دوستان چجوری حرف میزنن. همینطوری یه ایدهی تو ذهنشونه، هر اطلاعاتی که اون ایده رو تایید بکنه میگن. اصلا کاری ندارن که این اعتبار علمی داره، اعتبار دینی داره. چیه این؟ مردی که به خانومش خیانت میکنه احمق. جدی میفرمایی؟ بله، برعکسش هم همینه. تحقیقات نشون میده اغلب افرادی که خیانت میکنن توی رابطه، اینا بهره هوشی کمتری بردن، به خاطر اینکه آدم عاقل اصلا خیانت نمیکنه. آدم عاقل تو مسیر طبیعت دنبال موفقیت و رشد، درسته؟
و سعی میکنه از این مسیر به موفقیت بیزینسی و خانوادهش توی جایگاه خوب ببره. هیچ وقت نمیاد با رابطه‌های کوتاه مدت و این رفتارهای بچگانه رابطه پایدارش رو توی خطر قرار بده و باعث بشه که موفقیت تهدید بشه. یک مرد هوشمند، اصلا هر انسان باهوشی میدونه که یکی از مهمترین عوامل رسیدن به موفقیت فردی رابطه پایداره. برای همین در جهت اون تلاش میکنه، هیچ وقت خراب نمیکنه. تحقیقات نشون داده افرادی که IQ بالایی دارن دنبال رابطه پایدار نیستن. دوستان اینو حتما سرچ بکنید. افرادی که EQ بالایی دارن، یعنی هوش عاطفی بالایی دارن، اونها توی این مورد موفق ترن. بنابراین میتونیم نتیجه بگیریم که کت شلوار و سیبیل قیتونی و تیپ مردونه و قیافه جنتلمن و اینها دلیل نمیشه که کسی درست حرف بزنه. حتی جمله تحقیقات نشون میده هم باز دلیل بر درست بودن اون صحبت نیستش. بچه ها خیلی حرف دارم، اینقدر حرف دارم که بذارم اما نمیتونم. میگه چرا سوهل؟ میگم کلام براش ندارم، همچی دست و پا میزنم که بگم. جهان میگه این مخصوص تو بوده، هرچی میخوای دست و پا بزن، من نمیذارم جان مطلب توی این قضیه ادا بشه، چون اون واسه خودت بوده. همین الان به ما بگن آقایی ساعت 4 صبح پا شد، برو فلانجا نفر 10 میلیون. این دوستمون با جهان حرف میزنه و جهان بهش گفته یه چیزایی مخصوص خودت. خب اگه جهان با هر انسانی حرف میزنه، پس چرا شما میایی تولید محتوا میکنی، میذاری توی سوشال مدیا، بقیه ببینن، دنبال کنن شما رو؟ چه نیازی به این کارا هست؟ جهان احتمالاً به شما نگفته که معنویت پرفروشه، شکرگزاری پرفروشه، اگه ببری تو سوشال مدیا خریدار زیاد داره. یه روز یه بنده خدایی در عالم معنا به دیدار خداوند میره و خداوند با یه جعبه چوبی میاد پیشش. یه خدایا این جعبه چیه که باش همراه اومدی؟ میگه ای بشر، این تنها دارایی تو بر روی زمینه که حتی من هم نمیتونم اونو ازت بگیرم. یا خداوند همه چیز متعلق به توه، مگه میشه چیزی باشه که تو نتونی از اون بگیری؟ میگه آره، حدس بزن. میگه خدایا این جسم منه. میگه نه، جسمت از آن منه، جسمت مال تو نیست. میگه خداوند روح منه. میگه نه، روحت هم از آن تو نیست. میگه بچه ها من، نه همسرمه، نه اموال منه، خونه منه، ماشین منه، زمین منه، نه. میگه خدایا من دیگه هیچ چیز نمیدونم، نمیدونم این چیه که تو هم نمیتونی از من بگیری. میگه ای بنده من، این لحظات توه که حتی من هم نمیتونم این لحظات رو از تو بگیرم. تنها دارایی ما بر روی زمین لحظاتمونه، پس ای بشر قدر لحظات رو بدون و به امید آینده‌ای که معلوم نیست هست و نیست و چیه، لحظات حالت رو از دست نده، چرا که تنها لحظه‌ای که در جهان هستی هست و وجود داره لحظه حاله و لحظات آینده و گذشته لحظات جعلی هستن که شما رو در استراب و ترس میبرن و از حضور در لحظه حال غافل میکنن. جوری نشه که برسی به جایی بگی که این آینده کدامین بود که بهترین
روزهای عمرم را حرام دیدنش کردم. در لحظه حال باشین، شاد و شاکر باشین. خیلی چکرین. برادرمون داستانی رو روایت میکنه که فردی در عالم معنا با خداوند ملاقات میکنه. بعد اونجا خداوند بهش میگه که اون چیه که منم نمیتونم ازت بگیرم. همینجا یه سوال بپرسیم، آیا فعلی هست که خداوند نتونه انجامش بده؟ بعد این چه خداوندیه که اومده به ناتوانی خودش اقرار میکنه؟ دوستان، معنویت این شکلی نیست. از داستانهایی هم که انتخاب میکنین معلومه که آدم های معنوی نیستی. یه داستانی رو انتخاب کرده که خداوند توش ناتوانه. بعد حالا چی رو نمیتونه بگیره؟ لحظات یک انسان رو. حالا خداوندی که در دین وجود داره مالک تمام لحظاته. دیگه انتخاب با شماست. میخواین خداونده که این دوستمون تعریف میکنه رو قبول داشته باشین، میخواین هم خداوند دین رو قبول داشته باشین. من این ادعا رو مطرح کردم که تنها کسی هستم توی ایران که میتونم توی 3 ماه یه نفر رو از صفر به درجه برسونم که یک مدرس عالی، معتبر و با درآمد 9 رقمی بشه. حالا خیلی گفتن آقا تو این کاره نیستی و اینجوری نیستی و اونجوری. با اینکه خودم مخالف دوره رایگانم یه دوره رایگان گذاشتن، شما با 5 تا محتوا، با 5-9 محتوا مردم بهتون پیام بدن آقا تو رو خدا به ما دوره بده، کافیه بیای تو پیجم از 60 رو ارسال کنی توی دایرکت وارد دوره بشی، تموم شد رفت. رویا فروش به این دوستمون میگن. ببین چه قشنگ میفروشه. میگه من با 5 تا محتوا کاری میکنم که شما به درآمد 9 رقمی برسی و مردم هی با تماس بگیرن که آقا تو رو خدا بیا به ما آموزش بده. این کدوم مخاطبیه که اینها رو باور میکنه؟ و جالبه که میگه تنها فردی هستم در ایران که یه همچین توانایی رو دارم. میگن آینشتاین از 3% فقط ظرفیت مغزش استفاده کرد. اگه از 100% ظرفیت مغزش استفاده میکرد چه اتفاقی میافتاد؟ کاش ما هم بتونیم 100% ظرفیت مغزیمونو به کار بگیریم تا اون رشد و شکوفایی خارق العاده رو در زندگی تجربه کنیم. اتفاقا همچین چیزی اصلا به نفعمون نیست. همون جوری که پروسه تکامل از بچگی داره به ما نشون میده و علم اینو ثابت کرده که همه راه‌های عصبی حاشیه‌ای باید حذف بشن تا من بتونم کارها رو به درستی انجام بدم، برای پروسه تکامل هم همین اتفاق میفته. مغز یه بچه وقتی میخواد بزرگ بشه، در طی پروسه تکاملی تمام راه‌های عصبی که از بچگی داره و ناکارآمده آروم آروم هرس میکنه. یعنی اون کارهایی که به صورت ناکامل انجام میداد، راه رفتن، غذا خوردن، حرف زدن، باید راه‌های عصبی اضافه‌ای که نیاز نداریم برای بقا آروم آروم کنار زده بشن و اون مسیر عصبی تخصصی بمونه تا من بتونم یک مهارت رو به درستی انجام بدم. برای ما انسان‌های بالغ هم دقیقاً همین راه وجود داره. برای اینکه متخصص بشیم در یک زمینه، این نیاز نیست تمام کارکرد و ظرفیت مغز رو به کار بگیریم. همون مسیرهای عصبی که به صورت تخصصی برای انجام اون کار و مهارت لازمه باید تقویت بشن و نیاز نیست من زیاد درگیر این داستانا بشم که چه جوری کارکرد مغزم رو افزایش بدم، چجوری بتونم مغزم رو با بالاترین ظرفیت به کار بگیرم. اگه میخوای این پروسه رو به درستی یاد بگیری که چجوری راههای اختصاصی رو به کار بگیری و مهارت‌های جدید یاد بگیری، توی 45 دقیقه برات توضیح دادم. زیر همین ویدیو عدد 90 رو کامنت کن، برات لینک ویدیو رو میفرستم. آقای دکتر میفرمایند که انیشتین از 3% مغزش استفاده میکرده، 3% ظرفیت مغزش. من میپرسم که چطور درصد بندی کردن و مشخص شده که 3% بوده؟ و کی گفته مسیرهای عصبی تنها عامل نشون دهنده ظرفیت مغز ماست؟ آیا عوامل دیگه‌ای دخیل نیستن؟ هستن. منتها آقای دکتر ازشون خبر نداره. بنابراین تحصیل در اروپا و مدرک دکترا و این چیزا حرف درست لزوما نمیاره. و اینکه بگیم طبق تحقیقات علمی یا بگیم علم نشون داده، این چیزی رو ثابت نمیکنه. اتفاقا علم چیز دیگری میگه. تو این ویدیو رو قبلا دیدی. مگه آقای انیشتین نمیگه که زمان یه معقول نسبیه؟ زمان مرگ غده صنوبری یه هورمونی رو ترشح میکنه به اسم DMT. این DMT باعث میشه که شما تمام اتفاقات زندگی در لحظه‌ای که به دنیا میای تا الان تا زمان مرگت رو توی 12 ثانیه ببینی. در صورتی که زمان یک مقوله نسبیه و اون 12 ثانیه امکان داره که به صورت نور از جلوی چشمت رد بشه، احتمال این که همین الان هم تو داری همون 12 ثانیه رو دوباره میبینی هست. یعنی امکان داره که شما همین الان هم در حال تماشای اون 12 ثانیه باشی. یعنی تو این ویدیو رو قبلا دیدی.
تجربه DMT که هنگام مرگ به انسان دست میده احساس جدایی از زمانه که ربطی به نسبیت انیشتین و اینکه ما این ویدیو رو قبلا دیده باشیم نداره. هیچ تحقیق علمی وجود نداره که صحبت این دوستمون تایید بشه و هیچ دانشمندی در مورد تجربه DMT اینطور صحبت نکرده. ولی خلاقیتشو دوست داشتم واقعا. اون وای آخرش هم جالب بود. میگه چاکرا تأثیری روی فیزیک ما نداره، ولی من الان دارم از چاکرا گلوم صحبت میکنم و صدایی که الان میشنوید از چاکراهای قلب منه. بهش میگن تنفس روی صحبت دیافراگمی. حالا من تو یک جلسه کاری قرار گرفتم و بدون اینکه آگاه باشم به بدن خودم و چاکراهام شروع میکنم به صحبت کردن از چاکرای گلوم. چه اتفاقی میفته؟ چاکرای گلو هیجان رو منتقل میکنه و برای هر تجارتی هیجان مشخصا سمه، ولی وقتی شما با چاکراهای قلبتون صحبت میکنید اعتماد سازی رخ میده، متقاعد سازی رخ میده، آرامش رو به طرف منتقل میکنید و مشخصا طرف به حرفای شما بیشتر اعتماد میکنه به خاطر اینکه شما به خودتون اعتماد بیشتری دارید. ولی وقتی که به تمامی این مسائل و هر هفت چاکرای خودتون آگاه میشید، ناخواسته متوجه میشید که خیلی وقتا برای حرف زدن اصلا نیازی به حرف زدن نیست. علم صداسازی، فن بیان و مذاکره هیچ ربطی به چاکرا نداره. چرا دوستمون از چاکرا استفاده میکنه؟ به خاطر اینکه چاکرا پرفروشه، چاکرا جذابه. و اون جمله سنگینی که فرمودن برای حرف زدن نیازی به حرف زدن نیست، جمله غلطیه. برای گفتن بعضی وقتا نیاز به حرف زدن نیست. انتقاد کردن، غر زدن، اعتراض کردن، کدومش فرکانس بدتری داره؟ بچه‌ها خیلی اون فکر میکنیم انتقاد کردن، اعتراض کردن، غر زدن مثل همه، ولی واقعیت اینه که برای هر کدوم از اینها تعریف مشخص خودش وجود داره که حالا نمیخوایم راجع به تعریفشون صحبت کنیم، حتما تو ویدیوهای بعدی راجعش صحبت میکنیم، ولی میخوام بهتون بگم هر ستای اینها فرکانس بسیار بسیار وحشتناکی داره و واقعا اتفاقات بدی رو وارد زندگیتون میکنه و متاسفانه توی فرهنگ جامعه ما خیلی جا افتاده یا برای مردم خیلی عادت شده که مدام اعتراض میکنن، مدام انتقاد میکنن، مدام غر میزنن. راجع به فوتبال اعتراض داریم، راجع به مسائل سیاسی اعتراض داریم، راجع به مسائل اقتصادی اعتراض داریم، تو خیابون میریم مدام داریم غر میزنیم، مدام داریم گله و شکایت میکنیم. اولا اینایی که گفتین هیچ ربطی به فرکانس نداره. دوماً اعتراض و انتقاد فرق میکنه با غر زدن. شما اگر در جای مناسبش اعتراض و انتقاد داشته باشین بسیار بسیار خوبه و نشون میده شما آدم شجاعی هستید. چون آدم های ترسو نه اعتراض میکنن نه انتقاد. دوستان یکم تاریخ بخونن بد نیست. حداقل میفهمن که اگر اعتراض و انتقادی نبود در تاریخ چه اتفاقاتی نمیافتاد. و به لحاظ دینی هم که شما نگاه بکنید، امام حسین اعتراض کرد، امام حسن انتقاد کرد. دوستان همینطوری نیاین جلوی دوربین توی پیجتون بنویسین فوق تخصص عزت نفس بعد هر چی از دهنتون در میاد بگین. شما یه ایده قانون جذبی توی سرتونه که اون کاملا اشتباهه و باعث میشه از این اشتباه ها بکنید. الحمدلله کتابم که نمیخونید کلا. یه روزی اژدهای کوچیک میگه که این گودال خیلی بزرگه، نمیتونم ازش بیام بیرون، و پاندای بزرگ در جوابش میگه که باشه، پس منم میام توی گودال و کنارت میشینم. همه قصه همینجاست. ما نیاز داریم بعضی وقتا یکی بیاد و کنارمون بشینه. نیاز به نصیحت نیست، کنارم بشین. ضمناً این کتابو حتما بخونید، پاندای بزرگ، اژدهای کوچیک. ضمن تشکر از منظره قشنگی که توش فیلم برداری کرده بودید، ما هم حرفمون همینه. ما نیازی به پکیج و دوره نداریم. اگر راست میگین، اگر سوادشو دارین، مطلب خوب انتشار بدین و از راهی غیر از فروش دوره و پکیج پول در بیارید و در کنار ما باشید. ما مردم. انسان میتونه خودشو به جایگاهی برسونه، البته کار سختی هم نمیشه گفت نیست، اما کلیدش انجام ندادن یه سری کارهای کوچیک اما بسیار کلیدیه که حالا جلو تکراری میپردازیم. تمام باید و نبایدش رو به صورت گسترده من دارم توی دوره آموزش شهود صدای روح
به لطف خداوند میارم داخلشون. بارها گفتم که تمام موضوعاتی که مرتبط با مسائل متافیزیکی انسان تو سیاره زمینه، توی عصر جدید اون قوانین تغییر کرده. هر آنچه که کتاب، هر آنچه که کتاب‌های حالا در رابطه با آگاهی‌های مثلا شهود، آگاهی‌های متافیزیکی، هر چیزی که هست، نویسنده‌ها شما نگاه بکنید، اینا سال‌های قبل نوشته شده و تمام اون آگاهی‌ها مرتبط با عصر هوت بوده. ما الان که وارد عصر آکواریوس شدیم، خیلی با قوانین جدیدی روبرو شدیم و ما انسان برای عالی زندگی کردنش و سیاره زمین میبایست که آگاه باشه به اینی که خب همونطور که قبلا گفتم عصر آکواریوس که یک افسانه است، اما این دوستمون میگه شهود صدای روح. شهود صدای روح نیست دوستان. اگر میخواید دقیق بدونید شهود چیه، کتاب استادی از رابرت گرین رو بخونید یا اون اپیزودهایی که من منتشر کردم رو برید ببینید تا متوجه بشید که شهود چیه دقیقا. چیز متافیزیکی هم در کار نیست. شهود یک نیروی واقعیه و با مطالب زرد و مطالب عرفانی که این دوستان دارن انتشار میدن متفاوت. و اگر ما قائل باشیم به روح و روح رو نفخه الهی در نظر بگیریم، در هر شرایطی قوانین حاکم بر اون روح ثابت و عصر به عصر اصلا فرقی نمی کنه. البته همونطور که گفتم، عصر آکواریوس و این عصرهایی که ساختن دوستان افسانه است، نه به لحاظ علمی و نه به لحاظ دینی حقیقت نداره. و جالبه که این دوستان که از آگاهی و بیداری حرف میزنن، خودشون باید به اون مرحله رسیده باشن دیگه. چطور هنوز دارن پکیج میفروشن، دوره میفروشن؟ اگه اون آگاهی رو داری، پس شما نیازی به فروش دوره و پکیج نباید داشته باشی قاعدتا. یک بار برای همیشه پاسخ این سوال اساسی و مهم رو با همدیگه داشته باشیم و برای خودمون روشن بکنیم. این سوال که دنیای ما بر اساس جبر هست یا اختیار، سوالیه که همیشه انسان باش روبرو میشه. جواب کوتاه اینه: بسته به این که شما چه رتبه‌ای در این عالم داری، چه دیدگاهی داری، چه میزان آگاهی داری، دنیات به صورت جبر یا اختیار خودش رو نشون میده. دوستان، اراده آزاد و جبر مسئله بسیار پیچیده‌ایه که هیچ ربطی به دیدگاه شما نداره، ربطی به رتبه و آگاهی شما هم نداره. من یه اپیزود در مورد اراده آزاد ساختم که آیا انسان اراده آزاد داره یا نه، اون رو ببینید تا متوجه پیچیدگی موضوع بشید. یعنی اگر میزان آگاهی پایین باشه، همه چیز برای تو اجباره. اگر میزان آگاهی بالا باشه، تو کاملا مختار هستی و همیشه هم بودی از قبل، از ابتدا، و تمام زندگی تو خودت می‌سازی. پس اگر ما در این مدار قرار داشته باشیم که دنیا رو اجبار ببینیم، جبر ببینیم، قطعاً ما در این مدار احساس ارزشمندی در خودمون نداریم، خودمون رو یک قربانی میدونیم و اسیر هستیم که اصلاً مدار خوبی نیست، که اصلاً مدار خوبی نیست. پس در این لول پایین، در این آگاهی پایین که انسان هنوز نمیدونه، هنوز بیدار نشده و دنیا رو جبر میبینه، اینها هم به دنبالش خواهد اومد. احساس قربانی بودن، احساس اسارت و خیلی چیزهای منفی دیگه. بحث اراده آزاد و جبر انقدر پیچیده است که این دوست ما اگه یه سر سوزن از پیچیدگیش آگاهی داشت، هیچ وقت نمیومد جلوی دوربین راجع به این مسئله حرف بزنه و بگه آگاهی و مدار و نمیدونم این ایده های قانون جذبی رو بیاره وسط و قاطیش کنه و بگه سرنوشت دست خودتونه. و دوستان، انسان نهایتاً یه اراده آزاد محدود داره که حتی خیلی از دانشمندان و فلاسفه به اون هم اعتقادی ندارن و دلایل بسیار محکمی دارن. حتما در این مورد تحقیق داشته باشید. و از این به بعد دوستانی که ایده قانون جذب رو تو سرشون دارن و حرف میزنن، دیگه بشناسین اینها رو. اینها کارشون اینه که اگه یه شعری، یه داستانی، یه چیزی با اون ایده قانون جذبشون هماهنگ بود،
بیان بیان بکنن و متاسفانه اکثرا اطلاعاتشون سطحیه. در پایان باز تکرار میکنم که من نقد سلیقه انجام میدم. این دوستانی که نقد میکنم به خاطر اینه که شما امثال اینها رو بشناسید و بدونید این بزرگواران چطوری دارن معروف میشن، پول در میارن. در حالی که ما اندیشمندانی داریم که دنبال کننده های کمی دارن، افراد کمی میشناسنشون و اونها افراد بسیار با ارزش و تاثیرگذاری هستن. منتها نه تاثیرگذاری در فضای مجازی، بلکه در جامعه بشری. و اگر شما انشالله از این دوستان دست بردارید و برید اونها رو پیدا بکنید و دنبال بکنید، این بازی عوض میشه. امیدوارم که محقق باشید و حقیقت جو. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار شما.